Marche à nu. Viens. Viens. اومدیم مهران چه شده بکن؟ مهران منو نگاه کن. مهران کی بودن اینا؟ مهران منو نگاه کن. خوش اومدی سارا. تو مهمترین اتفاقی هستی که تو زندگی من افتاد. یه هدیه از طرف خدا برای من. میدونم امروز روز مهمیه برای اما برای من مهمتره، چون تو به دنیا آمدی.
سرکار خانم سارا مهرابی، با من ازدواج میکنی؟ به شرط اینکه همیشه در دسترس باشی. آره. بگو آرش. خوبی؟ بهتری؟ ببین دفعه دیگه سر کله تو زندگی من پیدا شه آویزونت میکنم. به اون اربابتم بگو دفعه آخرش باشه، وگرنه دفعه بعد همین بلا سر خودش میارن. روشن شد؟ چی؟ نشیدم. بندازیمش بیرون. بلند شو. باش. باش. لولو بیا نتون. چوزم. برو. برو. میگم برو. چی کار داری میکنی؟ هیچ. به قول نسخ کشی میکنم. نسخ میکشی یا به سیخ میکشی؟ او حالا تمام به سیخ بکشم. سوسولی ها. من که آره. ولی تفوری هم بیکار نمیشین ها. نشین. بشین. مهم نیست. اون طرفی ها اومدن؟ امشب میرسم. نمیخوای درست شی؟ نه اگه خرابم که درست شم اینه جن بوداده میرسی. همچین آبادم نیستی. هر شب هر شب بیخیال به حوصله نرم. خیلی وقت حوصله هیچیو نداری. بار اولت نیست. آره مخصوصا حوصله تو یکیو اصلا ندارم. ببین خودتو اذیت نکن. رفتم امروز دادخواست طلاق دادم. دیگه اصلا خودتو ناراحت نکن. آفرین خیلی هم کار خوبی کردی. هیچ نگران نباش، مهریتو کامل میدم، خونم روش، ماشینم روش، فقط دیگه نبینمت. یعنی حالم ازت به هم میخوره که همه چیزت شده پول، پول، فقط پول. برو بابا، برو بدبخت، بی لیاقت. خیلی ها حسرت این خونه زندگی رو میکشن. آه اون خیلی ها که حسرت این خونه زندگی رو میکشن، بگو بیان با من حرف بزنن. ببین من تو چه خبره، بیرونش واسشون جذابه. مامان، بازم دارین دعوا میکنین؟ نه بابا جان، بیا عزیزم، بیا. سلام بابا، من شکل ما داشتیم بالا تو چرا بیدار شدی؟ برو بخواب. ببخشی بیدار که الان میریم بابا اتاق خواب با هم بازی میکنیم بعد همجا با هم میخوابیم. مامان هم میره اتاق خودش میخوابیم. مگه نه؟ شب بخیر بگویم. شب بخیر. بیبنیم. شب بخیر ماما. نگه برم عزیزم. کبه آفای چه زود میفهمی؟ اگه راست میگی ببینم این چیه؟ نگاش کن، نگاش کن، نگاش کن. سگ. باری کلا، باری کلا به تو دختر باوش من. این چیه؟ این چیه؟ گبه. از کجا میفهمی؟ این موشو از کجا به اسپورتی؟ برمونش برم. حتی میزنم. تو یه چیزشون بده ببینم چی درست میکنی؟ آه آه این چیه؟ جغده بابا؟ نه. از چی؟ قلب شکسته. این چیه؟ صبر کن بابا الان. خب بابا تو از این شکلات درست کن. بابا یه برم یه تلفن بزنم میام دوباره بازی کنیم. باشه؟
این لیست تمام اجناسه. هفته دیگه توی ازمیر تحویلتون داده میشه. تا اونجا مسئولیتش با ماست، بعدش با خودتون. Когда мы получим свой товар, будем перечислить ваши деньги на ваш английский счет. پول رو تو حساب انگلستان بعد از تحویل اجناس به حسابتون واریز خواهیم کرد. ببینید 50% مبلغ باید قبل از بارگیری پرداخت بشه. ما بقیش میره بعد تحویل. از اصالت اجناس هم خیالتون راحت بشه. تصفیه حساب نهایی رو میذاریم توی ترکیه بعد از تایید شدن اصالت اجناس در حضور نماینده ما. ببخشید. سلام، چطوری عروس خانم؟ سلام، به مرحمت شما. تو چطوری؟ کجایی؟ هتل. هتل چرا؟ یه جلسه داشتیم با چند تا خارجی، یه بار باید بفرستیم، اومدیم اینجا. اومدیم؟ مگه با کی رفتی؟ آرش، ترتیب جلسه رو آرش داده. ببینم کارت تموم شد، میتونی بیای ببینم؟ کجا؟ همون جای همیشه. نه دیگه، نمیرسم، کار دارم. باشه خب پس. خیلی خب، نیم ساعت دیگه اونجا باش. مگه کار نداری الان؟ داشتم. الان که فکرشو میکنم میبینم کارم تویی. پیرونه ای به خدا مهران. خدافظ. باشه، حاضرشو میبینم. کجایی پس؟ من یک کاری پیش اومده باید برم. من کاری مهمتر از این جلسه هم هست. لابد هست دیگه. نمیشناسه هیچ کس رو مثل من، نمیشناسنم مثل تو آدم ها، میترسم تموم شه یه روز قصمون، یه روز پشت گوشی بپرسی شما. من آتیشم و زیر خاکسترم، تنت باز جونم بده، توی خرمن موهات بغل کن منو، لالایی به خونم تکونم بده. دارم رو خط قرمز راه میرم، تو اما ساکتی مثل همیشه. نقشه بعد این داستانم کی میدونه ته بازی چی میشه، مثل آهنگ سرد و بیکلامی تو ذهن خودم تکرار میشم. تو ازم آدمی سختی که دیگه بی تو از خودم بیزار میشم. بیزار میشم، نمیشه بدون تو آروم گرفت، نمیشه که آسون بهت تکیه زد، نراهی به پیش و نراهی به پس، من و تو دو چالی به این جز اومد. تو فقط بده خانم اکبری تمام اون برشا رو بزنه. مامان هلنه واسه تولدم دعوت بکنم؟ چی مامان؟ واسه تولدم هلنه هم دعوت بکنم؟ آره عزیزم، هر کیو دوست داری دعوت کن. معلومه کجای تو؟ علیک سلام، منم خوبم. خیلی خوب، سلام. چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟ گفتم که کار مهم داشتم. یه لحظه فکر نمی کنی اگه همه چی بریزه به هم چی میشه؟ همه چی بره رو هوا؟ برای چی بره رو هوا؟ رفته بودی پیش سارا. نمیخواد جلو خنداتو بگیری. دلیل مهم ترک جلسه همین بود نه؟ به دست سوخته. برای من به پا گذاشتی؟ به پا نمیخواد. تو عاشق پولی. اونجا هم که پر پول بود. دلیل ترک جلسات فقط میتونه یه چیز باشه. نه خوش اومد. داری یواش یواش راه میافتی. خیلی وقت راه افتادم. تو خبر نداری. امشب بارگیریه.
سه روز دیگه با جنسا رو تو ازمیر تحویل بدیم. بعدم پول میاد تو حساب انگلیسات. دیدی گفتم تا وقتی تو هستی نمیخواد من نگران هیچی باشم. بیا اینم خودت یه جوری حلش کن. اگه نگفتی زندگی رو به راه شده. همین الانشم میگم رو به راهه. اما این زن رو هیچ وقت درک نکردم. نمیدونم چه مرگشه. تصمیم چیه؟ میخوای طلاقش بدی؟ خودش اینجوری میخواد. البته من مهریهشو میدم خونه و ماشینم میدمش. خیلی خوب دیگه. پس من نمیخوای چیکار؟ نگار. نگار باید پیش خودم باشی. بعید میدونم قبول کنه. دیگه هوش وکالتت استفاده کن اینجوری حلش کن دیگه. حالا گیریم قبول کرد. تو چجوری میخوای نگار نگهداری کنی؟ تو کسا خونه نیستی. یکی میخواد خودتو جمع کنه. تو با این کارا کار نشته باش. ایران تو زندگی با تینا چی کم داشتی؟ چرا همه چیزو زدی به هم؟ من همه چی به هم زدم؟ من که باشه ببینم تو الان وکیل من یا تینا؟ بیبونه من رفیقتم. دلم به حالت میسوزه. خیلی حسرت زندگی تو رو دارن. آرش بلم کن. خیلی حسرت خیلی چیزا رو دارن. من الان هر کاری دلم بخواد میکنم. حال دلم هم خوبه. آقا همچی سهمه. خوب گشتی؟ آره سهمه هم فراموش نشه. براجی نکن. بجام شب شد. اونقدر دیت داری اونجوری با شفتار میکنی ها. بجام اینا رو بزن بالا. سریع. اول اونو. بودو. بار باید فردا شب بره بچه ها نگرد و کنه تموم کنم شبا. تو این بار مشکلی پیش بیاد در اینجا رو تخته کردم همه تون بیکار میشین. نه آقا نکنید این کارو. خیالتون راحت. مر تو ماشینه بیا چک تو بکی. چشم آقا. آقا دست شما درد نکنه. پرناز خانم مشکل پیش اومده؟ نه چیزی نیست. حس کردم یه خود حالتون خوب نیست. من خیلی وقته که حالم خوب نیست. چرا؟ من کمکی میتونم بکنم؟ از وقتی که عاشق یه آدم بی وجدان ترسو شدم. آدمی که حتی جرأت نداره منو به اسم کوچیک صدا کنه. همش هم جلوی چشم اون شده آینه دقم. اگه یه موقعی یه آدم یه جا حرمت نگر میداره که ترسو نیست. شاید بعد مخمسه گیری کرده. جنگ بین دل و وجدانش. بین دل و وجدانش وقت جنگ نیست. از که تاله عشق عاشقی بی وجدانی میاره. بعضی عشق عاشق ممنوع است. یعنی قد عاشق و معشوق با هم نمیرسه. و خونی که قدش کوتاه در وقت دلش رو بذاره زیر پاش تا واسه عشقش مشکلی به وجود نیاد. و اگه اون معشوق دلش بخواد یه زندگی عاشقانه رو تجربه کنه چی؟ عاشق بعد وایسه بجنگه یا پا پس بکشه؟ جنگیدن خوبه. جنگیدن خیلی خوبه. با آدم مثل زنده بودن میده. اما بعضی جنگا جنگ نیست. نابود کردن همه چیزه. وقتی تو میدونی و میدونی یه درصد هم شانس نداری باید کنار بکشی. چه کنار نکشی خیلی ها رو با خودت میسوزی. من ترجیح میدم فقط خودم بسوزم. فرناز خانم. چکونه؟
چه خبرتونه؟ از هرمز بپرسید. چی میگه این هرمز؟ ایچی آقا چیزی نیست. ببخشید. بری سرکارتون ببینم. هرمز تو بمون. یه دفتر ما کارت دارم. چه هرمز؟ ببخشید آقا دیگه تکرار نمیشه. ببینم چی شده؟ چیزی نیست. هرمز؟ حالت خوبه؟ بگو حرف بزن. فاطمه. فاطمه کیه؟ دخترمه. طوری شده؟ سرطان داره. باید شیمی درمونش کنیم. کلی هم پول میخواد. هرچی این درمون در میزنم جور نمیشه. خدا دیگه بریدم. خستش. نمیدونم چی کار کنم. سر خودم بیاد اما یه موثر دختر کم میشه. آروم باش. آروم باش. آروم باش. امیدوار باش مرد. بگم امیدوار باش. از این چقدر میشه از اینش؟ 50 میلیون. بیا. اونقدر که کارت را بندازه تو شخص. برش دار. اشتار میگم. ولی آقا برای چی شما باید همچین لطفی در حق من بکنید؟ لطف نیست عزیز من. این همه سال اینجا داری کار میکنی اینجور مواقع باید حواستون به هم دیگه باشی. آقا مهرو آقا بخونم. اصلا فکر کن وامه. هر موقع داشتی برگردون. برو کار دارم. حالا این آخری ها کجا داره من؟ میخوام هرمزو بفرستم. هرمز اصلا تجربه این کارا رو داره؟ آره. هرمز خیلی هم راننده خوبیه. بعدش من به این آدم اعتماد دارم. تو به من اعتماد داری یا نه؟ من میخوام اینو بدونم. نگرده. چرا؟ میگم از مقل. بفهمم. خودت میدونی که هر کسی بیشتر به تو اعتماد داره. اون تا موقعی میتونی حرف بزنی که خودت قرار بشینی پشت فرمون تریلی. کجا حالا؟ جایی کار دارم. میبینم. نه نه ببینی اصلا به اون پول ربطی نداره. اینو که انجام بدی 450 میلیون تومان دیگه میریزم به همون کارت. البته قبولم نکنی خیالی نیست. قول و قرارمون سر جاش. هر موقع داشتی برگرد. فقط چه کاری هست آبا؟ یه سفر چند روزه میری. یه تریلی اینجا تحویل میگیری. میری ازمیر تحویل میدی همین. مواد که نیست. هرمز. من چجوری شنخت؟ مواد من. من با زندگی کسی بازی میکنم. ببخشید آقا پس. حله دیگه. کی باید برم؟ همین امشب. نصف شب ماشین رو تحویل میگیریم. رو چشم. کارو برای تو بکن آماده شو یکی میفرستم دنباله. باشه آقا. هرمز. خوب میدونی که نباید حرف بزنیم. اگه دهنت بسته مون. چه خیالت راحت بشه من خانوادت رو تأمین میکنم ولی اگه دهنت رو باز کنی نه به خودت رحم میکنم نه خانوادت نمیخوام مفت به بازی نگرانم نباش گیر کردی یه فرصت جور میکنم بتونی فرار کنی اگه تونستی فرار کنی که همه چی حله اگه نتونستی هم فقط نگران خودت باش
گوشی. گوشی برشی؟ گوشی. با زن بچه ها میخوام تماس بگیرم چیکار کنم؟ با جای تلفن. با این گوشی به هیچ کی زنگ نمیزنی. منتظر میمونی با تماس بگیرم. مراقب باش اشتباه نکنی. برو. کنم در میره ها. اگه تونستی بگیریش بگیریش ببینم. الو ببین هرچی گفتم مو با من انجام بدی یا یادتم نره این دیگه آخرین تماسمونه. گوشم آقا آرش گرفت، گوشم که ایشون بهم داده بود و انداختم دور. آره آره نمیدونم چرا این کارو کرد. کار احمقانه ای بود. نه پس فردا همه چی حل میشه. نگران نباش. نه انشالله مشکلی پیش نمیاد. نه خوبم، فقط میخوام این تایم کوفتی زودتر تموم شه. خیلی فشار رومه. هیچ وقت قرار نبود پای آزادی خودم بچم باید معامله کنم. این همه پول برو برای خودت هر آدمی رو میخوای استخدام کن کارتو برات انجام بده. آه منظور از آدمی که بخوام استخدام کنم بچه که تو خیلی مفلات میخریه دیگه. حرف دهنه تو مفهم به من دهنه تو. خواستم برای تولد نگار زحمت بکشی کادو بخری، من نمیرسم. بالاخره یواش یواش باید با سلیقه بچه ها آشنا شید دیگه. البته بچه هم باید مامانشو بیشتر بشناسه. در مورد خرید کادو که اصلا بحثی نیست، اما فکر نمی‌کنی اگه با هم بودیم بهتر بود؟ من تو یه بارم ندیدمش، اصلا نمیدونم چی دوست داره چی میخواد. من خودم هم نمیدونم، هرچی شما صلاح میدونید دیگه. خیلی خوب، چی دوست داره؟ یه چیز قشنگ بگیر براش، فقط بزرگ باشه ها، قیمتش هم مهم نیست. واقعا چه راهنمایی کاملی. یادت اینا؟ آره بابا خیلی شیطون بودی ماشاءالله. چقدر زود گذشت. برای من ولی الان هیچی نمیگذره. خب مادر تو هنوز شرایط ما رو نمیدونی. چه شرایطی ماما؟ من نمیدونم بابا کجاست. بعد تو هم که میگی رفته سفر. درد داری فاطمه؟ درد داری؟ نه؟ خب مادر من خودش که نرفته، فرستادنش. مامان جون اتفاقا میخواستم برات بگیرم اینا رو. باش باشه خوشگلم. سلام، ببخش برای دختر بچه 6 ساله چه کادوی پیشنهاد؟ عروسک های پولیشیمون هستن، اون قسمت اکشن فیگورای پونی هستش که کارتونش جدیدن داره پخش میشه. قسمت جلوتر هم اسباب بازی های بیبی بورن، عروسک های باربی همون هست. آها. سلام خستن همشون. اینا رو برای ما حساب میکنی؟ چشم حتما. بده ماما. بفهم. منم میخوام. کدوم؟ مامان باشه اینو دفعه دیگه برات. آخه خیلی طول میکشیده بازن تولدم بشه. حتما که نباید تولدت بشه، بعد برات میگیرم. آخه اسمت چیه؟ نگار. امروز تولدته؟ چند سالشه؟ 6.
آخه آوردین کادوی تولدش خودش انتخاب کنه. آره دیگه خودش خواست. به نظرتون این برای کادوی تولد بچه 6 ساله خوبه؟ این؟ نمیدونم والا. میبینین که وضعیت چجوری؟ آره قشنگه. برای بچه خودتون میخواین؟ نه برای بچه دوست صمیمی میخوام. موفق باشین. خیلی ممنون آقا. خدافظ نگم. بله لطفا همینو بچه. من نگفتم این هرمزو نفرست؟ چی شده مگه؟ 100 بار گوشیشو گرفتم از صبح خاموشه. گفته بودم روشن بذاره. آه اون نگران نباشون خودم بهش گفتم. چی؟ تو خواستی؟ آره. بدون اطلاع من؟ ببین من هرمزو فرستادم چون بهش اعتماد دارم. بعدم تو این شرایطی که این قفوری نامرد داره غلطای زیادی میکنه گفتم یکی بفرستم نشناسنش بتونه بی سر صدا کارشو بکنه. پس تو به منم شک داری؟ بی خیال آرش بابا تو که میدونی از هر کسی بیشتر من به تو اعتماد دارم چون تو یادم رفت بهت بگم ازم نخوای حرفتو باور کنم سر این موضوع باید بشینی حرف بزنی سهند مرکز سهند مرکز با تو دارم حرف بزنم دوست نداری حرف بزنم بفرستینش اداره وقت زیاده باید حرف زدم خوش به حال آرش همه جا میتونه باز بیا همه چیو بدونه کاش منم مثل آرش بودم ببین تو مثل هیچکی نیستی باش همیشه انقدر راحت میشد حل کرد مگه قراره بهش خیانت کنی؟ مگه عاشقی اشکالی داره؟ مشکل همینجاست مشکل همینجاست که این قصد شده زندانت و منم شدم زندانبانت تو عاشق زندانبانت شدی نه من